پشت جعبه همه عطر یک سری مواد رو میبینین که اسمشون لیست شده. ممکن از خودتون بپرسین این مواد دقیقا چی هستن؟ حالا یا زیرشه یا پشتشه یا بغلشه. مال یکی کنارش و مال یکی پشتش نوشته شده. این مواد موادی هستن که میتونن آلرژیزا باشن، یعنی آلرژن هستن، و نه که لزومن آلرژیزا باشن، ولی خب ممکنه بعضی از افراد، درصد بسیار پایینی از جامعه جهانی، به این مواد آلرژی داشته باشن و شرکت های عدسازی موظفن که این مواد رو لیست کنن و هشدار بدن. اما دو تا نکته هست که راجب لیست کردن این مواد باید بدونین. اول اینکه لیست مواد آلرژن بنا به حجم به کار رفته توی عطر از بیشترین تا کمترین لیست میشن. معمولا اولین گزینه الکل یا الکل دناته که بیشترین حجم مواد آلرژن، و آخرین گزینه هر ماده‌ای که هست، یعنی کمترین حجم مواد آلرژن رو به خودش اختصاص میده. نکته دوم اینه که معمولا دومین یا سومین گزینه توی این لیست پارفیوم یا فرگرنس هست، یعنی همون کنسانتره یا ماده اصلی عطر. و این ماده همونجور که میدونین سیکرته و معمولا نوتهاش رو پشت جعبه یا هیچ جا نمی‌نویسن. خیلی به ندرت هم در واقع چند تا نوت ازش معرفی میکنن توی اینترنت که مردم بدونن قراره چه عطری رو تست کنن یا بخرن. اما یک سری مواد دیگه مثل لیمونن، مثل یوژنول، مثل لینالول هستن که اینها جزی از همین ترکیب فرگرنس هستن، جزی از ترکیب سیکرت هستن، اما از اونجایی که آلرژن هستن، شرکت ها مجبورن اینها رو جدا از لیست فرگرنس، جدا از اسم فرگرنس، توی لیست به صورت مجزا وارد کنن که بقیه هم بدونن که در واقع توی ترکیب این عطر مواد آلرژن به کار رفته. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. گرچه اینجور مواد آلرژن معمولا از 1000 تا فیلتر رد میشن، معمولا خیلی سعی میکنن روشون کار کنن که اون میزان آلرژن بودنشون پایین و پایین تر بیاد، ولی خب به هر صورت اسم یک مواد آلرژن باید حتما توی این لیست درج بشه. گرچه این زیاد مخاطبش ما نیستیم، بیشتر مال کشورهای اروپا و شمال اروپا و آمریکای شمالی و ایناست که سابقه آلرژی توشون خیلی بیشتر از کشورهای خاورمیانه است. ما بر صورت مثل سوسکای همون مقاومی میدونید، یعنی با عطرای مترویی و اسانسای سوئیسی و تسترای لهستانی و نمیدونم تسترای با لنج از تنگه هرمز رد شده و اینا ما سر و کار داریم و هنوز جون سالم به در بردیم و اینجور چیزا حریف ما نیستن فعلا.